ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه ها را سرمه کشیدیم مگر برگردی، با همان 300 فرسنگ نفر برگردی. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد، دیدنت ارزش آواره شدن هم دارد. به نظر می رسد این فاصله ها کم شده نیست، غیر ممکن تر از این خواسته ها هم شده نیست. دارد از جاده صدای جرسی می آید، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. به نام ارحم الراحمین، بینندگان خوب تلویزیون هادی، سلام، روزتان بخیر و نیکی. میلاد مهدی موعود عجل الله تعالی فرج و شریف، تصنیف ترانه های انتظار بر شما مبارک باد. در خدمتتان هستیم با یک دیگر از برنامه های روشنا و امروز با موضوع سبک زندگی منتظرانه با شما همراه خواهیم بود. و همچنان مهمان امروز برنامه ما و یا کارشناس محترم برنامه امروز ما سکا خانم آمنه عالمی هستند. خانم عالمی سلام، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار محترم و همه بینندگان عزیز و تبریک میگم میلاد با سعادت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف را، و انشاءالله که همه ما بتوانیم از برکات وجود این امام شریف و عزیز استفاده بکنیم و دعای خیر این امام حی حاضر همیشه شامل ما بشه. بله انشاءالله. اما چه خوب است که در ایام میلاد مبارک حضرت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم راجع به سبک زندگی منتظرانه صحبت کنیم و ای که چه راهبردهایی را ما به عنوان یک مسلمان واقعی باید در زندگی پیاده کنیم تا سبک زندگی ما یک سبک زندگی منتظرانه باشه. خانم عالمی، سبک زندگی منتظرانه یعنی چی؟ چی هست و چطور میتونیم که او رو در زندگی خود پیاده کنیم؟ بله، خب ما قبل از این که خب کلیت برنامه رو خب بهش بپردازیم که چطور میتونیم یک زندگانی داشته باشیم که سبکش حالت انتظاری باشه، خود سبک زندگی را و انتظار را خب بهتر است که یک باز کنیم مفهوم را تا بینندگان عزیز برایشان بیشتر مفهوم باشه انشاءالله. خب به اصطلاح سبک زندگی، یک اصطلاح تقریبا میشه گفت جدیدی هست که خب در فرهنگ ما و این که مگه میگیم فرهنگ ما، یه فرهنگ اسلامی ما و حتی در جامعه ما خب به تازگی وارد شده. این اصطلاح خب اولین بار در روانشناسی ابداع شده، این ابداعش توسط یک دانشمند روانشناس بوده که ایره در روانشناسی اومده ایره وارد کرده و بعد خب کم کم وارد حوزه های دیگه علوم انسانی شده، از قبیل علوم اجتماعی و مردم شناسی. و حالی که میبینیم که خب در حوزه علوم اسلامی هم از این اصطلاح استفاده میشه، یعنی افراد چه در نوشته های خوشان در سخنرانی هایشون از اصطلاح سبک زندگی استفاده میکنن. یک اصطلاح رایجی شده بین تمامی خب سخنوران، نویسندگان و خب ما و شما هم خب زیاد هم استفاده میکنیم همین سبک زندگی یا اصطلاحا همون لایف استایلی که خب همه بین مردم سر زبان افتادن. خب این سبک زندگی چی هست؟ خب اگر وارد جزئیاتش بشیم، سبک به معنی روش هستن، یعنی سبک روش متد و طریق را میگه، بهش میگه سبک. و خب در زبان عربی سیره را هم بهش میگن سبک، یعنی بطور که ما در مطالعات علوم اسلامی داریم که سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلام، سیره نبوی داریم، سیره علوی داریم، این سیره همون سبک هست، یعنی که سیره روش زندگانی حضرت رسول اکرم، روش زندگانی حضرت امیرالمومنین علیه السلام و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام. بله،
این در لغت هست و در اصطلاح خود سبک زندگی را که اگه بخوایم یک تعریفی ازش داشته باشیم که خب اصطلاح سبک زندگی به چه معنا هسته؟ سبک زندگی یک مجموعی از قواعد هسته. میشون متصور کنی یک قواعد، یک عملکردهای منظمی هسته که اینها منشأش چیست؟ منشأش بینش ما هسته، منشأش اخلاق میتونه باشه، منشأش میتونه آداب و رسوم باشه و میتونه باورها و اعتقادات ما باشه. یعنی یک قواعدی که منشأش اینها میتونه باشه، بینش هایی که من گفتم میتونه باشه و به واسطه ای بینش هایی که ما داریم این قواعد میایه نیازهای عادی ما را برطرف میکنن. خب این نیاز ها چی میتونه باشه؟ نیاز ما نیاز در زندگی روزمره خودمون نیاز به داشتن ارتباط داریم با یک دیگر، نیاز به انتخاب همسر داریم، نیاز به تربیت فرزند داریم. یعنی تمامی نیازهای مادی، چه از نیاز به خوراک گرفته تا نیاز به پوشاک، نیاز به مسکن و یا نیاز به داشتن یک وظیفه، داشتن رابطه کاری، چه اینها نیازهای مادی باشه و چه که نیازهای معنایی و روحی باشه، از قبیل نیاز به داشتن یک خانواده، نیاز به داشتن ارتباط با همسر، نیاز به داشتن به ارتباط با دیگر افراد در جامعه، با اعضای خانواده. این نیازها را این قواعد میآید برای ما برطرف میکنم و از از طرف دیگه خب ما به واسطه همین نیازهایی که خب ما در اجتماع به واسطه او اعتقاداتمون، به واسطه او بینشهایمون اینها را برطرف میکنیم و از او طرف هم یک هویت از خودمان به دیگران معرفی میکنیم. یعنی ما میگیم که خب ما بینشم ای هسته، اعتقادم ای هسته، اخلاقیاتم ای هسته، بر پایه ای افکار و عقاید این سبک از زندگی را انتخاب کردم و حال خودم را میخوام با او سبک از زندگی به دیگران معرفی کنم. به این میگن سبک زندگی. فکر میکنم با توجه به صحبت های شما، انتخاب های هر فرد میتونه نشان دهنده نوع و سبک زندگی او دقیقا همینطور است. یعنی ما میگیم انتخاب میکنیم که چطور زندگی کنیم. بله. در روابط شخصی خودمون با افراد خانوادهمون، در روابط اجتماعی خودمون، در روابط کاری خودمون، در هر زمینه ای انتخاب های ما اینها تعیین میکنن سبک زندگی ما را. و از او طرف هدف ما، یعنی ما در زندگی خودمون چه هدف داشته باشیم، این هم خودش میتونه تعیین کننده سبک زندگی ما باشه. اینکه ما چه تفسیری از زندگی داشته باشیم، این تفسیر ما از زندگی چی است، هدف ما در زندگی چی است، او خود تفسیر ما از زندگی، خود هدفی که ما در زندگی خودمون تعیین میکنیم، همه خودش میتونه سبک زندگی ما را نشان بده. به طور مثال خب ما اگر هدف ما ای باشه که در زندگی ما، خب من خودم به طور مثال یک شخصی باشم که فردگرا باشم، تمامیت فردی خودم برام مهم باشه و خب این تبدیل میشه به یک سبک زندگی اومانیستی، همون چیزی که در غرب حالا رایج هستن. و یا خب از او طرف یک سبک زندگی اسلامی که ما میبینیم، خب اینها هدف چی هستن. اگر هدف مشخص بشه، او تفسیر ما از زندگی مشخص بشه و یک قواعدی منظم، یک قواعد منظمی در زندگی باشه، اینها خودش معرفی کننده سبک زندگی ما هستن. و چطور میتونه، تشکر از توضیحات شما در ابتدا، و اینکه خانم عالمی عزیز چطور میتونه این سبک زندگی و این نوع انتخاب های ما نشان دهنده انتظار و فرهنگ انتظار باشد؟ و خب در کنار خب سبک زندگی، حالا خود انتظار هم باید باز بشه که خب ما گفتیم سبک زندگی چی هست. گفتیم سبک زندگی به طور خلاصه یک سری قواعد هست که ما به واسطه او قواعد چیکار میکنیم؟ نیازهای خودمون رو گفتیم برطرف میکنیم. خب چه نیازهایی هست؟ چه نیازهای مادی، چه نیازهای معنوی. حال این نیازهای مادی و معنوی رو که میتونستیم برطرف کنیم، خودمان را یک هویتی از خودمان را هم به دیگران گفتیم معرفی میکنیم. خب حالا این سبک زندگی که بخوایم بر اساس انتظار باشه، یعنی که سبک زندگی ما یک حالتی باشه که در اون انتظار باشه. خب ما در بحث مهدویت،
بس این که بخوایم زندگیمون یک زندگی مهدی باشه، میگیم سبک زندگیمون باید یک سبک زندگی باشه بر پایه انتظار، یعنی زندگی به سبک انتظار. حالا خود انتظار به چه معنا و مفهوم است؟ در لغت انتظار را تعریف کردن به اینکه چشم بر راه بودن، اینکه یک شخصی چشم بر راه هستم، خود میگه که طرف انتظار کشته یعنی چشم بر راه هستم. یک اصطلاحی که خب در بین عموم هم زیاد استفاده میشه، رایج هستم. هم چشم بر راه بودن هستم و هم امیدوار بودن، اینکه یک شخصی امیدوار هستم، چشم بر راه هستم، امیدوار هستم و انتظار داره که یک امیدی برای او باز بشه، یک راهی برای او باز بشه. این در اصطلاح لغت هست، ولی در اصطلاح اصخایی میکنم او تعریف لغویش هست. حال تعریف اصطلاحیش چیست که ما بخوایم موضوع برنامه بخوایم ربط بدیم و تعمیم بدیم؟ معنی اصطلاحی انتظاری هست که خب ما یک حالت انتظار را داریم. این انتظار یا چشم داشتن یا امید داشتن همراه با این باشه که یک منجی یا فرجی بخواید ظهور کنه. این اصطلاحش هم اختصاصی داره برای ظهور و فرج حضرت صاحب الامر علیه السلام. تشکر از شما، ممنونم خانم عالمی به خاطر صحبت‌های ارزشمند شما. رفته ای و باز آ تا که غنچه ها وا شوند، تا که گل خزان شود. رفته ای و باز آ تا که سرو قد خم کند، عشق ها بگونه ها شبنم شود. رفته ای و باز آ ای خوب ترین خوب ها، چشم ها منتظرند. همچنان با ما همراه باشین، یک وقفه میگیریم و بعد از او کماکان در خدمت شما هستیم و همچنین خانم عالمی هم با ما هستن، کارشناس محترم برنامه، و موضوع برنامه هم سبک زندگی منتظران است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای سراب از قدمت آینه پنهان کرده، گیسویت زمزمه رود پریشان کرده، ای تلنگر زده بر نبض مناجات همه، لال از مدح تو خم یازه گنگ کلمه. یوسف حزن به پیراهن تو دوختند، ناز را سینه به سینه به تو آموختند. در دل شب برس از راه قمر پاشی کن، روی بوم دل ما عاطفه نقاشی کن. ما پروبال نداریم ولی بامت هست، نیستی نیستی اما همه جا نامت هست. مطلع فجر به سر آمده بیدارم کن، سخت آماده شدم سخت گرفتارم کن. همه را با خبر از آمدنت کن برگرد، جامعه آمدنت را به تنت کن برگرد. به تماشای تو ما باغچه را گل کردیم، گفته بودند می آیی تحمل کردیم. ای که از کوچه پاییزی ما با خبری، ما کجا گل بفروشیم که از ما بخری؟ نامه دادیم گرفتیم ولی نیست حبیب، ای غریب ابن غریب ابن غریب. راهمان گم شده، دیباچه نور تو کجاست؟
بنشینیم کجا، راه عبور تو کجاست؟ جمعه هایی که نبودید و تفریح زدید، ما فقط در غم هجران تو تسبیح زدیم. خشک سالیم کویریم تو ای رود بیا، شعه مظلوم تر از قبل شده، زود بیا یا ابن الحسن. اللهم عجل لولی کل فرج. خوش آمدیم به ادامه برنامه. در خدمت خانم عالمی هستیم، کارشناس محترم برنامه، با ادامه مفهوم انتظار. گفتیم که مفهوم انتظار در لغت به معنی چشم براه بودن هسته، یعنی امیدوار بودن هسته، ولی مفهوم اصطلاحیش خب او چیزی که اصطلاحاً در علوم اسلامی ای رایج هسته، به معنی هسته که امید داشته باشیم به ای که در کارها گشایش داشته باشیم، یعنی گشایش پیش بیایم، یه حالت یک حس امیدوارانه به این که در آینده قرار است که یک رخداد بسیار مهم ایجاد بشه. حال این رخداد در این مبحث انتظار که ما میگیم در مبحث مهدویت چیست؟ او ظهور منجی عالم بشریت حضرت امام مهدی علیه السلام هست. یعنی به معنی اختصاصی و اصطلاحیش معنی انتظار یعنی امید داشتن به فرج و ظهور ایشان. خب این مفهوم انتظار، خب ما اونطوری که همونطور که گفتیم به معنی امیدوار بودن هسته، یعنی ما امید داریم که خداوند یک گشایشی در کار ایجاد کنه و این گشایش خودش نشأت میگیره از همون حس، یک حس پویایی که در وجود ما هست. چرا که حس امیدوار بودن یا همین حس داشتن انتظار یک حسی است که در فطرت انسان وجود داره، یعنی خدا در فطرت هر شخصی او را قرار داده. و خب مخالف همین انتظار و امیدوار بودن بحث یأس و ناامیدی هستن. یعنی همونقدر که شخص میتونه با امیدوار بودن انتظار خودش را تقویت کنه، از اون طرف هر چقدر که ناامید باشه این انتظار ضعیف میشه. این انتظار ضعیف میشه و خب بحث مهدویت که خب وارد میشیم، اگر انسان ناامید، هر چقدر که افراد ناامیدتر باشه، خب بیشتر از مهدویت و او سبک زندگیش از انتظار دور میشه. به قول معروف که شخصی که بخواید منتظر واقعی باشه، یعنی اگه بخواید انتظار را در خودش تقویت کنه، باید که همیشه امیدوار باشه، یعنی امید را همیشه در دل خودش زنده کنه و از ناامیدی دوری کنه. چرا که حتی در روایات هم زیاد تأکید شده، از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که بهترین عبادت برای امت ما انتظار گشایش هست در امورشان. یعنی اینکه ما همیشه منتظر باشیم که خداوند در مشکلات زندگیمون، در گراه‌هایمون همیشه گشایش ایجاد کنه. این انتظار داشتن، این حس امیدوار بودن و امید داشتن، این خودش عبادت حتی محسوب میشه. و چقدر این میتونه خانم عالمی به نظرم نکته خیلی خوبی هست که همه ما اون رو در نظر بگیریم داخل زندگی، چقدر به آدم انرژی مثبت میده و چقدر به آدم کمک میکنه تا بتونه یک زندگی سراسر شادی داشته باشه با وجود هر مشکلی که داشته باشه. اگر این رقم که شما میگین طرف با خود فکر کنه که بله حتما مشکل ما حل خواهد شد و حتما یک گشایشی سر راه مشکلات ما خواهد آمد، این واقعا یک انرژی مثبت تزریق میکنه به خانواده، به اعضای خانواده، به خود زندگی فرد، و خیلی موضوع خیلی خوبی است. از لحاظ روانشناسی هم اگر بخواهیم که به این مسئله ببینیم، حالا طبق صحبت هایی که خود شما داشتین، این میتونه واقعا مفید باشه برای سبک زندگی هر کس. دقیقا همونطوره، همونطور که یکی از گناهان کبیره یأس و ناامیدی معرفی شده، یعنی همونطور که
خود شیطان وقتی که از خدا ناامید شد و این خودش یک گناه کبیره بود دیگه، وقتی که ناامید شد همین حس ناامیدی خودش یک گناه کبیره محسوب میشه. از او طرف امیدوار بودن در گشایش امور، امیدوار بودن و انتظار این که خداوند در امور ما گشایش ایجاد کنه، این خودش یک فضیلت محسوب میشه به گفته سخن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و حتی ما چند تا روایت دیگه هم از زبان حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم همین جایی خواندم که یکی از همه خود امیدوار بودن و امید داشتن به گشایش امور خودش عبادت محسوب میشه، خودش فضیلت محسوب میشه. و این چجور امید داشتن هسته؟ شاید ما بگیم که خب یک انتظار داشتن، خود همین منتظر بودن آیا به تنهایی کفایت میکنه؟ همین که خب ما منتظر باشیم یا امید داشته باشیم بگیم که خب یک گشایش ایجاد میشه، منتظر باشیم که حالا یک گشایش ایجاد میشه در امر ظهور هست یا در هر امر دیگه، آیا همین داشتن یک انتظار بدون هیچ تلاش یا عمل یا حرکتی خودش یه همون انتظاری مورد نظر ائمه هست یا همون انتظار مورد نظر حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه هست؟ خیر، خود انتظار چند مؤلفه دارم. اولین مؤلفه انتظاری هست که خب شخصی که منتظر هست در حقیقت از وضعیتی که درش قرار داره ناراضی هست. یعنی من از این وضعیت ناراضی هستم که به خداوند متعال روی می آورم و از او درخواست گشایش کار دارم. این اول مؤلفش هستم. و مؤلفه دومیش هست که امیدوار هستم به این که خب حالا که از این وضعیت نامطلوب شکایت دارم، گله دارم، امید دارم به که خدا در این کارم، در این وضعیت نامطلوب مره خب بهبود پیدا کنه، درش گشایش ایجاد بشه. امید داشتن عنصر دومیش هستن. اینها عناصر معنوی به قول معروف که در حقوقدانا میگن که عنصر مادی داریم، عنصر معنوی. یا عنصر معنوی انتظار هستن که یک بحث انتظاری به انتظار، خود انتظار میده، یک مبحث انتظاری است. اما اونچه که باعث میشه که انتظار به مسئله ظهور پیدا میکنه، خیلی بالفعل میشه و پویا و فعال میشه، این است که شخص منتظر در جهت این که خب اون وضعیت مطلوب را، نامطلوب را بخواه به مطلوب برسانه، یک حرکت و تلاشی انجام داده باشه. بنابراین عنصر اصلی و عنصر عملی بحث انتظار همی هسته که خب شخص اینطور نباشه که دست روی دست بگذاره و فقط آرزوی گشایش کار کنه و فقط آرزوی رو داشته باشه که خب از خدا بخواه که در امر فرج، در امر ظهور آقای امام زمان گشایش ایجاد بشه. به طور مثال این شخص باید که فعالیت داشته باشه. درسته، سپاس از شما. ممنون. اشاره کردید که تنها دست روی دست گذاشتن و ابراز نارضایتی کردن کافی نیست و نیاز به تلاش داریم در اوقاتی که ناراضی هستیم از وضعیت‌های مختلف در زندگی. یک سوالی به ذهنم رسید خانم عالمی، که حالا در موقعیت های هم هست که ما واقعا راضی هستیم از زندگی، شاد هستیم و خب خداوند را شکر میکنیم و دوست داریم که اون نعمت همیشه در زندگی ما پابرجا بمانه. در این مواقع چطور ما میتونیم که همون منتظر بودن خدا نشان بدیم و یا ای که به هر حال سبک زندگی ما سبک زندگی منتظرانه باشه؟ تنها فکر میکنم در اوقات نارضایتی نیست که ما باید سبک زندگی ما منتظرانه باشه. این سبک خوبش اون که شما میفرمایید به قول معروف که این بحث کاملا یک بحث متفاوت تری هست. یعنی در زمانی که ما وقتی که احساس میکنیم که با اونان یک منتظر، خب از وضعیت موجود گله داریم، منتظر منجی هستیم. چرا منتظر موجود منجی هستیم؟ چرا که ما در حقیقت محتاج و نیازمند منجی هستیم. درست است؟ ما نیازمند منجی هستیم برای که باز هم از وضعیت موجود در جامعه واقعا برای ما مطلوب نیست. شاید وضعیتی که ما دارم به شخصه برای خود مطلوب باشه، اما در جهان که نگاه میکنیم بینیم وضعیت جهان واقعا مطلوب نیست. بسیار از
بین به قول معروف بی عدالتی ها بیداد میکنه، ظلم و ستم وجود داره، جنگ و خونریزی وجود درست داره، هست بله. فقر و گرسنگی وجود داره و فحشا و فساد تمام جهان را فرا گرفته و اینها همون وضعیت نامطلوبی هسته که برای ما دغدغه هسته و ما به دنبال این هستیم که ای امیدوار هستیم که گشایش در امر فرج ایجاد بشه و همین وضعیت های نامطلوب که در سراسر دنیا هسته که ممکن هست ما درگیر آنها نباشیم، یعنی ممکن است ما در هیچ یک از اینها درگیر نباشیم، ما درگیر فقر نباشیم، درگیر خدا نکرده فساد و فحشا نباشیم، جنگ و خونریزی نباشیم، در یک محیط بسیار مساعد زندگانی کنیم، اما برای ما امر فرج یک امر کاملا شخصی نیست. مهدوی یعنی سبک زندگی مهدوی، یعنی اینکه ما افکار فراجهانی داشته باشیم، یک فکر جهانی داشته باشیم، یک فکر اصلاحی برای کل جهان داشته باشیم. باید نگرش ما را وسعت نگر بده. دقیقاً همینطور است. اینطور نیست که فقط یک زندگی شخصی خودمان را ببینیم و همون را مد نظر قرار بدیم و بگیم خب بسیار من از این وضعیت خودم راضی هستم، این وضعیت بسیار مطلوب هست. گرچه او شخصی که وضعیتش مطلوب هست و او راضی است از زندگی، او وضعیتش بسیار سنگین‌تر هست، چرا که در قبال حضرت صاحب الامر یک مسئولیت هایی داره به عنوان یک شخص منتظر که خب باز اینها را انشالله براتون توضیح میدیم که او شخصی که منتظر هست چطور میتونه زندگی خودش را به سبک انتظار پایه‌ریزی کنه. سبک زندگی ما یک سبکی باشه که بر پایه انتظار باشه. بر پایه انتظار یعنی چی؟ یعنی بر پایه ای باشه که ما همواره امیدوار باشیم و چشم به راه ای باشیم که یک منجی ظهور کنه و دنیا را از عدل و داد به قول معروف پر کنه. ممنون و سپاس از حضور ارزشمند شما سکا خانم عالمی. و اما میریم به یک میان برنامه کوتاه، همچنان با ما همراه باشین. نگاه های گرم شما با ما قوت قلب میده. بیننده برنامه روشن ها هستید از تلویزیون هادی. بعد از یک وقفه بحث خود ادامه میده. چه خوش میتابی ای ماه تمام نیمه شعبان، به تاب ای لحظه هایت را همه عمر جهان قربان. به تاب امشب که داری در بغل خورشید نورافشان، به تاب امشب بخوان با اختران تا صبحدم قرآن. بخوان با من که یار آمد به باغ دل بهار آمد، به ملک جان قرار آمد گل نرگس به بار آمد، گل نرگس که از عطرش جهان شد جنت الاعلا. گل نرگس که خلقت تا ابد مستند از بویش، گل نرگس که جانها رونمای دیدن رویش، گل نرگس که رزوان آورد دست دعا سویش، گل نرگس که باغ و باغبان آمد سناگویش، ملائک مسلب خندش، جلالت عبد پابندش، عدالت آرزومندش، بلب ذکر خداوندش، رخش جنت، قدش توبا، لبش کوثر، دلش دریا. فرودا از زمین ای مه ببین خلد مخلد را، در این خلد مخلد جلوه دادار سرمد را، درون جلوه دادار سرمد روی احمد را، حسین و مجتبی و حیدر و زهرا، محمد را. جهان مرده شد زنده، شب و مهر درخشنده، به تابه ماه تابنده، بزن بر سامره خنده، کتابید آفتاب فاطمه امشب ز سامر را. خروش از دل برارد مردم عالم، انا المهدی، الا ای سر به سر ذریه آدم، انا المهدی، ستم کاران در دژهای مستحکم، انا المهدی، تمام امت پیغمبر خاتم، انا المهدی، ابر مرد قیامم من، خلائق را امامم من، عدالت را قوامم من، خدنگ انتقامم من، بپا خیزید مظلومان که آمد مصلح دنیا، بپا خیزید، بپا خیزید، نجل فاتح بدر و حنین آمد، بپا خیزید، زهرا و علی را نور عین آمد،
به پا خیزید که از کعبه امام عالمین آمد، به پا خیزید روز یا لسارات الحسین آمد. منم سیف خدا مهدی، منم نور الهدا مهدی، به پا خیزید با مهدی خروش آرید یا مهدی. ظهور من برآرد ریشه کفر و زلالت را، ظهور من بگیرد از بشر قید جهالت را، ظهور من برافرازد برافروزد عدالت را، ظهور من کند تکمیل قانون رسالت را. هر آن کو خواست در عالم ببیند هیبت آدم، ببیند عیسی مریم، ببیند حضرت خاتم، مرا بیند که در من هست حسن انبیا پیدا. بیا یبن الحسن، بیا ای صد هزاران پور عمران محو و مدهوشت، بیا ای درد مظلومان به هر دوران هماغوشت، بیا ای بانگ آشورایان پیوسته در گوشت، بیا ای پرچم سرخ حسینی بر سر دوشت. ولی قادر منان، امید عطرت و قرآن، فروغ دیده انسان، به تیغ حیدری بستان زبو سفیانیان داد سلحشوران آشورا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، که جهان دردمند است. اللهم عجل لوليك الفرج، که آسمان شهر ما دیگر آفتابی نیست. اللهم عجل لوليك الفرج، که دلهای ما دیگر طاقت دوری و انتظار ندارد. اللهم عجل لوليک الفرج. با ادامه برنامه روشنا از تلویزیون جهانی هادی در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم برنامه خانم عالمی با ما هستند و راجع به مفهوم انتظار صحبت کردیم. حالا خانم عالمی، میخواستم بپرسم از شما که چطور زندگی ما با سبک انتظار میتونه که برابر باشه و یا همون مسیر انتظار درست بپیمایه؟ خب برای اینکه ما بتوانیم که زندگی خودمون رو یا همون سبک زندگی خودمون رو بر اساس انتظار و محتویت پایه‌ریزی کنیم، اصلی ترین عاملی هست که ما زندگی خودمون رو بر محور امام زمان قرار بدیم. چطور؟ یعنی که امام زمان محور زندگی ما باشه و از هدف و محور اصلی زندگی ما، یعنی اون چیزی که قرار هست زندگی ما را شکل قرار بهش ثبات بده، تعادل بده، حضرت صاحب الامر باشه. خب در این راه چطور ما میتونیم امام زمان را خب محور زندگی خودمون قرار بدیم؟ که با محوریت قرار دادن امام زمان علیه السلام در زندگی خودمون، سبک زندگی خودمون رو بر اساس انتظار پایه‌ریزی کنیم. اولین راهش این هست که ما امام زمان علیه السلام را شاهد و ناظر اعمال خودمون بدونیم. یعنی طور باشه که خب ما خب میدونیم که امام زمان علیه السلام یک امام حی حاضر هسته و اگر این باور داشته باشیم که تمام اعمالی که ما انجام بدیم، یعنی چه اعمال فردی ما، چه اعمال اجتماعی ما، رفتارهای ما، تمام کردارهای ما، از عبادات ما گرفته تا علم و دانش ما، تا وظیفه ما و همه ای عمل کردهای ما را اگر ما بدانیم که حضرت صاحب الامر شاهد و ناظر هست، یقینا در سبک زندگی خودمون یک تغییرات و اصلاحات را ما حتما خواهیم داشت. شما تصور داشته باشین که خب در مثال مناقشه نیست خانم قاسمی عزیز، شما تصور داشته باشین که در مقابل پدرتون یا در مقابل مادرتون وقتی قرار میگیرین چطور هست. یعنی ما تا جایی که میتونیم خب ادب و احترام را، نهایت ادب و احترام را رعایت میکنیم. یه اولین چیز، اولین نکته ای که خب همیشه در نظر داریم در مقابل یک شخصی که برای ما ارزشمند هستن، حالا اون میتونه هر کسی باشه، مثلا پدر ما باشه، مادر ما باشه، یا هر شخصی که برای ما به لحاظ موقعیتی یک شخصی باشه که ارزشمند باشه، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که او ادب رو رعایت کنیم. خب همین امر را در مقابل
در خصوص حضرت صاحب الامر هم داشته باشیم، این دیدگاه و این بینش را هم داشته باشیم که خب من اگر عبادتی میکنم حضرت صاحب الامر شاهد و ناظر و هستم، اگر من خدای نکرده امی الان در یک موقعیت گناه قرار دارم، صاحب الامر شاهد و ناظر من هستم، خب من چیکار میکنم؟ تمام تلاش و توجه این هست که رعایت ادب و این ادب رو رعایت کنم، خب در موقعیت گناه خودم رو از گناه دور کنم. اگر در موقعیت عبادت قرار دارم، تمام تلاش من این هست که او عبادت رو به نحو بهترین شکل انجام بدم، برای که خب میدونم یک شخصی ناظری اعمال من هستن. همونطور که ما در بحث نماز خواندن میگیم که بهترین نماز نمازی هست که با حضور قلب و با رعایت تمام ادب و آداب در حضور خداوند انجام بگیره. برای چی؟ برای که خب ما میدونیم که خداوند متعال نماز ما رو میبینه، ناظر نماز خواندن ما هستن و اونجا هست که ما ادب رو رعایت میکنیم. و اگر ما حضرت صاحب الامر علیه السلام را در زندگی خودمون محور قرار بدیم به این شکلی که شاهد و ناظر اعمال ما هست، قطعا تمام تلاش ما این هست که اون مسئولیت هایی را که امام عصر از ما انتظار داره به عنوان امام حی و حاضر، اونها را به نحو احسن انجام بدیم. و دومین گزینه ای هست که خب این شخصی که منتظر هسته، شخصی که ادعا میکنه که منتظر امام زمان هسته، انتظارش یک انتظار همونطور که در برنامه خب نیم برنامه قبل هم گفتیم، یک انتظاری نباشه که منفعل باشه، یک انتظاری باشه که همراه با تلاش و فعالیت باشه، انتظاری باشه که هم در او تلاش و فعالیت باشه و هم یک انتظار پیوسته و مداوم باشه. انتظاری همون بحث تغییر نارضایتی های زندگی، تلاش برای تغییر نارضایتی، دقیقا همینطور، این تلاش کنه که اون نارضایت هایی که از موقعیتی داره، اون نارضایت های را برطرف کنه و خودش را به مطلوب نزدیک کنه. مطلوب کیست؟ مطلوب ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه هست و تمام تلاشش ای باشه که مسیر ای ظهور را هموار کنه. به چه شکل؟ به این نحو که همواره منتظر باشه، یعنی انتظار او یک انتظار باشه که پایدار باشه. شخصی که همواره منتظر باشه، یعنی یک انتظار مداوم داشته باشه، هم خودش را و هم خانوادهش را به یک حالت مهیا و آماده باش قرار میده. شما تصور داشته باشید که برای یک امری همیشه انتظار دارید که یک امری در زندگیتون، یک مشکلی گشایش ایجاد بشه، خب و بعد از این که خب چون متقاومت میکنید در این انتظار داشتن، در این امید داشتن که خداوند متعال در او امر شما گشایش ایجاد کنه، بعد از این که گشایش ایجاد شد، خب یک حالت آماده باش هم دارید دیگه در مقابل این که میگید خب اگر گشایش ایجاد شد خب من چه کنم بعدش. در امر انتظار فرج ظهور آقای امام زمان هم همینطور هستن. این شخصی که منتظر هستن، این انتظار یک حالت آماده باش به شخص میده که همواره آماده هسته. آماده هسته در مقابل چی؟ در مقابل او تکالیف و وظایفی که خداوند متعال به دوش او قرار داده، در مقابل مسئولیت هایی که امام زمان، امام عصر عجل الله تعالی فرجه از ما انتظار داره. چرا که به عنوان امامی که شاهد و ناظر ما هسته، ما یک مسئولیت هایی در قبال حضرت صاحب الامر داریم. درست هست که امام عصر عجل الله تعالی فرجه از نظر ظاهری ایشان غایب هستند، ایشان حضور ندارن، اما ما این را باور داریم که امامی که غایب هستند بر تمام احوالات ما در زندگی ما حضور داره، یعنی ما در تمامی زندگی خودمون ما ایشان را میتونیم حضورشان را احساس کنیم و اون خیرات و برکاتی که از جانب امام حاضر در عصر دیگر ائمه به افراد میرسید، قطعا از جانب حضرت صاحب الامر به ما هم خواهد رسید. و در مقابل مسئولیت هایی هم هست که ما در مقابل حضرت صاحب الامر هم اون مسئولیت ها را داریم و این مسئولیت ها هرچند سنگین هستند، هرچند بسیار سخت هستند. چرا که میگن که خب او شخصی که خب در زمان ائمه معصومین علیهم السلام حضور داشتن، خب میتوانستن ائمه را درک کنن، یعنی در زمان حضرت علی علیه السلام افرادی که زندگانی میکردن خب با
ائمه، با حضرت امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار، اینها در ارتباط بودند و درک میکردن حضورشون را و معرفتشان نسبت به ائمه خب قطعا یک معرفت کاملتری بوده، تا اینکه ما خب حضرت صاحب الامر از دیده ها پنهان هستند و ما دسترسی نداریم به ایشان و این بسیار ممکن است سخت باشه، یعنی اینکه بخوایم مسئولیت هایی را که بر عهده ما هسته بتونیم از عهده مسئولیت ها بر بیاییم، ولی کن به همه قدر که مسئولیت ها سنگیر هسته فضیلت و ثواب بیشتری هم انتظار داره، یعنی همه قدر که ما وظیفه، چرا که در زمان آخر زمان میگن خب آخر زمان واقعا تشخیص حق از باطل بسیار مشکل است، یعنی فتنه ها بسیار زیاد هست، خب ما در همطور که میبینیم دیگه در آخر زمان هستیم و هر روز یک فتنه ای در جامعه اسلامی، در جامعه مسلمین، حتی در خود جامعه شیعه، در مکتب خود شیعه خود ما هر روز یک فتنه برمیخیزه و واقعا تشخیص حق از باطل بسیار مشکل هست، بسیار دشوار هست و اینجا مسئولیت ما سنگین تر میشه و از او طرف هم خب قطعا فضیلتش هم بیشتر هستن، یعنی که همونطور که مسئولیت سنگین هست فضیلت و ثوابش هم بیشتر هست انتظار. سپاس از شما. پس طبق گفته های شما ای که ما حضرت صاحب الامر رو ناظر بر زندگی خود، تمام اعمال خود در زندگی بدانیم، فکر میکنم خیلی کمک میکنه به ای که انتخاب های ما عاقلانه تر هم باشه. ببینید داشتن یک حامی مثل این میمانه به نظرمه که یک حامی داریم، یک پناه داریم در زندگی و به اصطلاح خود ما دل ما جمع است که قرار نیست که اتفاق خیلی بده بفته بر ما و این رقم انتخابای ما فکر میکنم عاقلانه تر هم میشه و سعی میکنیم که با توجه به نظارت با شکوه حضرت ولی عصر بر زندگی خود همه انتخاب های خود دقیق تر انجام بدیم و این فکر میکنم خیلی خوب تر هست و از صحبت های شما استفاده کردیم خانم معلمی و به عنوان جنبندی و بحث پایانی برنامه میخوایم که از شما بشنویم، برای بیننده های عزیز ما بگین که چی راهکارهایی را میتونن در زندگی بیشتر پیاده کنن و بینش خود را چطور تغییر بدن تا زمینه برای ظهور حضرت آقا فراهم بشه، البته با توجه به اینکه خودش یک بحث جدا است اما به صورت مختصر یک کلید واژه های برای بیننده های عزیز ما اگر بدین ممنون میشم. قطعا همطوری که خب من اول همین نیم برنامه سوم هم گفتم که اگر ما امام زمان علیه السلام را محور زندگانی خودمون قرار بدیم، اونطوری که در زندگی خودمون هر سبک زندگی که داریم، قطعا خب ما مسلمان هستیم، سبک زندگی ما اسلامی هست، بر پایه و اساس سیره نبوی و علوی این چیده شده و این سبک زندگی خودمون را اگر محورش حضرت صاحب الامر قرار بدیم، یعنی ما هدف ما ای باشه که در بین اهداف زندگی خودمون اولویت اهدافمون حضرت صاحب الامر باشه، اولویت زندگانیمون در هر انتخابی ما اگر حضرت صاحب الامر را در رأس قرار بدیم، قطعا میتونیم بسیاری از اون انتظارهایی که از خودمون داریم در اینکه خب سبک زندگیمون به مهدویت نزدیک بشه اونها را بیشتر برآورده کنیم و در این راستا میتونیم که از داشتن یک برنامه منظم زندگی در زندگی خودمون استفاده کنیم، بهره ببریم، یک زندگی داشته باشیم که سبک زندگی ما یک سبک زندگی منظم باشه، همراه با برنامه ریزی باشه و یک کلامی که خب بسیار شنیده باشه که منتظر مصلح خودش باید که چی باشه؟ صالح باشه، یعنی تمام تلاشمون ای باشه که در زندگی علاوه بر این که خب یک شخصی باشیم که وظایف و مسئولیت‌های خودمون را به درستی و به نحو احسن انجام بدیم، تقوا و ورع و عمل صالح را در رأس عمر خودمون قرار بدیم. خیلی ممنون و متشکر از شما. یا حجت الله علی خلقه یا من هو بکل مکان، ای آن که در همه جا هستی، در هوای تو نفس می کشیم، هوای من را داشته باش،
این بود برنامه امروز روشنا که تقدیم نگاه های گرم شما شد. شب و روزتان خوش، در پناه ایزد منان باشید.